الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. برادران وخواهران نهاية عزيز وغرامي، آيات چند را که تلاوت کردم از سوره های مختلف قرآن عظیم شان است، آیات مختصر و بخشی از آیت یا خود یک آیت مکمل است، ولی در مسئله پروردگار عز و جل یادآوری میکنه که امت اسلامی در مورد ازوم مورد بازپرس قرار میگیره. در بخشی از اعضای بدن و یک عضوی که فوق العاده رول بسزا را در وجود یا در سایر اعضا اجرا میکنه و نقش بسیار اساسی در شناخت و معرفت یک انسان، به مو مسئله الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و بندگان مؤمنش را متوجه میسازد که چون حتما شما مورد بازپرس قرار میگیرید، پس بهتر است که در هر حرکه و سکنه خیش محتاط باشید. و از طرف دیگر بعضی از مسائل بستگی می دارد به یکی از اعضای بدن که رول از او در وجود نسبت به دیگر اعضا بیشتر می باشد. شما تصور میکنید که پروردگار عزوجل به این پیمانیات میکنه که ما یلفظ من قول، هیچ لفظی نیست که شما ارائه میکنید، هیچ کلمه نیست که از دهانتان بیرون نمیبراید مگر که ثبت کننده ای بر او وجود دارد. کسی وجود دارد که گویا هر کلمه ای که از دهان شما میبراید او را یاد داشت میکنه. فکر کنید یک کلمه بسیار معتبر است، چه رسه به کلمات. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. میگه هیچ کلمه ای نیست که از کسی گویا بیرون نمیشود یا اظهار نمیشود مگر حتما نگهبانی تیزگیرنده همراهش است. کلمه هجا می شود سخت. و در جای دیگه هم قرآن عظیم شان یاد میکنه که و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. از بخشی از اعتقادات امت اسلامی است. امونجا که همه الله میگه که اگر کلمه ای از دهان شما بیرون میشود و ثبت میشود، پس معلوم است که با ما کس دیگه هم است. ما خود به تنهایی خود حرکت نمیکنیم. ما زیر کنترل هستیم. ما را کسی هست که مراقبت میکنن. میگردیم، مینشینیم، میخوریم، مینوشیم، با کسی صحبت میکنیم، از مراقبت دوری نداریم.
یعنی این میرسانه انسان را که هر کسی به هر جایی که است باید بدانه که حتما امرای از مراقبت کننده های وجود دارد. و خصوصا چیزی که بسیار قابل ارزش و قابل اهمیت است که انسان در هجای کلمات خود هم توجه عمیق داشته باشد. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، هیچ لفظی نیست که از دهان گویا بیرون نمیشود مگر ای که همراه از او نگهبانی است که خیلی ها تیز و زیرک و او را برداشت. و از طرف دیگه هم الله سبحانه و تعالی میگه که با شما نگهبانانی وجود دارد به اسم نویسندگان مکرم، کرامن کاتبین، نویسندگان مکرم، میداند که شما چی افعال را انجام میدید. وقتی که با این پیمانه الله سبحانه و تعالی به انسان اشارات دارد متوجه باشی هیچ حرکتی تو نیست که گویا ثبت نشود و هیچ حال احوال تو نیست که از زیر کنترل ما بیرون باشد، او حتما است. این یک طرف مسئله است. طرف دیگه مسئله در این خوب شما از نقطه نظر اعتقادات خود به این باور هستیم که بدون شک الله سبحانه و تعالی خود ذاتی است که احتیاج به هیچ کسی دیگه که کنترلر باشد، مراقب کننده باشد، ثبت کننده احوال باشد به اینها ندارد. هیچ چیزی از کنترل خود پروردگار عز و جل بیرون نیست. ان الله کان علیکم رقیبا، الله سبحانه و تعالی از خود بر ما میگوید که بدانی که بر شما ذات یکتایی من مراقب است. کجا میرین، کجا میشینین، با کی هستین، چی صحبت میکنین، شب کجا میگذرانین، روز کجا میگذرانین، در چی افعال مشغول هستین، هیچ چیزی از شما که از کنترل الله سبحانه و تعالی بیرون نیست. و حتی الله سبحانه و تعالی به این پیمانه هم از خود یاد میکند که الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. آیه مبارکه سوره مجادله. خیری ها الله سبحانه و تعالی بندگان صاحب ایمان و باور کنندگان به ذات یکتاییش و باور کنندگان به دین اسلام عزیز را متوجه می شود که آیا نمی بینی که الله سبحانه و تعالی میگه می داند آن چیزی که در آسمان ها و آن چیزی که در زمین است؟ این در نهایت علم حضرت حق سبحانه و تعالی است که به نحوی بیان می شود. یعنی شاید علم بشر با همه این پیشرفتش هنوز در عالم بالا چیزی را به عنوان حال احوال عالم فلکیات بالا ثبت نداشته باشد. بسیار کوشش می شود که گویا در فلکیات بالا یا در عالم نجوم چیزی را به دست بیارند و هم با سعی و تلاش فوق العاده شب و روزی تا پیدا میکنند یک شمعی از علمی که الله سبحانه و تعالی در عالم بالا او را گذاشته ای به دست انسان برسد. اما الله سبحانه و تعالی به این پیمانه میکنه که ممکن انسان در یکی از نجومی که از آسمان اول کده پایین تر است هنوز به اوج خود چی رسد، ولی آسمان را میگویم که هفت آسمان است و الله سبحانه و تعالی از این هفت آسمان خود و از بین از این چیزی که در زمین است هم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین را ما فکر کنیم یک سطحی هموار، زمین متشکل از کوه هاست، زمین متشکل از مغاره هاست، از تپه هاست، از حفر هاست، خندق هاست، از ابحار است، همه چیز از این در زمین وجود دارد. وقتی که الله سبحانه و تعالی از خود یاد میکند که آیا نمیبینی که الله میداند آن چیزی که در آسمان ها و آن چیزی که در زمین است، پس زمین را هر چیزی که به عنوان زمین احاطهش کرده خداوند عز و جل از حال و احوال از او آگاه است. اما با این هم وقتی که الله جل جلاله یاد میکند که با شما رقبای وجود دارد، با امرای شما رقیبهای وجود دارد، نگهبانان یا سرپرستان وجود دارد که حال احوال شما ثبت میکنه، ای از یک طرف قضیه میرسونه به ای که ای انسان قدم را فوق العاده تکیه به جلو بردار.
این یک طرف مسئله است. و از طرف دیگر الله سبحانه و تعالی به این عنوان یاد میکنه که انسان عجیب موجود است، موجود لجوج است، لجباز است، مثل که در عالم دنیا کار کردن و ناکرده یاد میکنه، عمل انجام داده را میگه که نه انجام ندادن. امین انسان است که در فردای روز قیامت گویا به حضور حضرت حق هم برمیخیزه تو میگه چنین و چنان نکرده. بعضی جا برش میگه یقرا کتابک، بخواه ها کتابک که ثبت احوال خودت است. چپس کلیسی ها را دی کمپیوتر تمام چیزها را برتان میکشه، آل ما میگه چپس برتان نسپارم. کفا به نفس که اليوم علیک حسی و نفسی تو از دحاظ معاصمه بر تو کافی است. ما می هیچ غلط نمیگریم. اما این انسان میگه نه چنین و چنان نیست. باز در این وقت است که الله سبحانه و تعالی از این حالت لجاجت انسان در فردای روز قیامت وقتی که یاد میکنه باز میگه خب حالا که چنین و چنان میگویی و هنوز هم در حالت لجبازی هستی، باز خداوند عز و جل برش میگه اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. تمام شده بالا آل بیبی از چیزی که صدا بر تو نمیبرامد ولی شاهد تو بود، شاهد عمل کردی تو بود. او چی است؟ خداوند میگه با زبان تکلم میکردی، دهان بر داده بودم باز میکردی، هر چیزی میخواستی میگفتی، اختیار کار به دست خودت بوده. حالا هم در اینجا از در لجاجت و از در شقاوت پیش میگی و باز میگی چنین و چنان نکردی، میگه حال ما به این مهر میزنیم. این هم از نمونه های قدرت پروردگار از جان، قدرتی که فهمش علمش و پیشگاه حضرت حق از آسمان ها تا زمین و بعدش در روز قیامت هم الله سبحانه و تعالی باز میگه حال ما بر دهان شما مهر میزنیم. و این هم از قدرت خدا در اینجا برتان ثابت میکنیم که دست و پای شما شاهد است بر آن چیزی که شما انجام دادید. آل اونها تکلم میکنه با ما. باز این انسان میگه عجیب است، عجیب است، چه کارهایی بود که متوجه از این نشده بود. و این مسائلی که گفته میشه، این از فردای قیامت حال احوالش بر من و شما و بر همه انسان ها داده میشود، دمور روز این انسان را الله سبحانه و تعالی به نحوی که حتی خازنان چه بهشت و چه خازنان جهنم برشان یاد میکنه که ای مردم الم یأتیکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. ای مردم نیامده بود شما را رسولانی که آگاهی ببخشد شما را بر اینکه شما حتما ربتان را ملاقی خواهید شد؟ قالوا بلا. باز میگن بله آمده. امی آمده بود بلی که در او وقت انسان صدا میکنه، در امی عالم دنیا هم بلی را باید پیشی خود بسازه. ما به یقین و باور میگیم که بله الله سبحانه و تعالی آن چیزی که از فردای روز قیامت برای ما و شما در کلام بر حق خود بازگو کرده، این کلام به عنوان یک دست آویز محکم و به عنوان اتمام حجت بر امت الحمدلله وجود داره. هیچ خانه ای نیست و هیچ مسجد نیست یا هیچ جایی که مسلمان در اوج زیست میکنه در اوج جایی نیست که کلام الهی وجود نداشته باشه و حتی به مقدار کم یا بیش در سینه های مردم هم محفوظ است. پس با این کلام به این دوستان عزیز، خواهران و برادران گرامی، کمی خود را آشنا بسازیم. با این کلام محبت داریم، عشق داریم، علاقه داریم، خیلی ها با عزت نگهداریش میکنیم، با عزت برمیداریم، با ختم ها و اینها. اما اصل ختم را باید که خود ما و شما باید یاد بگیریم. ما گاه مخالف ختم هایی در مجالس ما و شما گاه پاک میشه نیستم، اما از این مجالس استفاده شد تا که ما فرصت برای ما میسر شد که کسی از ما خدا نخواسته فوت شد و کسی ما بزنس را باز بکنیم، ما خانه را بخانیم، ما این بکنیم، ما بکنیم قرآن را باز بیاییم که دست جمعی تلاوت بکنیم. این قسم قرآن خواندن برای ما به این منظور خونه آمده. قرآن به این منظور آمده که ما این کلام الهی را به عنوان قانون اساسی زندگی خود باید از او بیاموزیم، او را باید یاد داشته باشیم. پس الله سبحانه و تعالی
میگوید که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ لفظ نیست که از انسان ارائه نمیشود مگر اینکه با او گیرنده و مراقب کننده وجود دارد، مراقبش میکنه کجا میگیم چی میگیم چی گفتی. پس ما انسان در برابر امی کلامی که از دهانش بیرون میشود هم میشود که این وسیله نجاتش باشد و هم میشود این کلمات این انسان را به باد ملامتگی بکشد. پس آن چیزی که ما را با عنوان شهادت بر ایمانداری ما میشود چرا از او استفاده نکنیم؟ مثلا چی است؟ در جای الله سبحانه و تعالی به ما دستور داده که شما یاد از ما داشته باشید. پس یاد الله با تلاوت قرآن بهترین ثبت و حال احوال انسان است. جای الله سبحانه و تعالی ما را گفته که شما کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، شما به نیکویی مردم را دعوت بکنید. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه، در موضوعات اجتماعی شما با اجتماع سر دوچار هستید، با اجتماعتان باید امر بالمعروف داشته باشید، نهی از منکر داشته باشید. آنچه که امر بالمعروف و نهی از منکر صورت میگیره با چی صورت میگیره؟ با زبان صورت. با زبان شما تکلم میکنید، توصیه میکنید خانواده را، مردم را، همه جا را که برادر این کار خوب است، خواهر این کار خراب است، دوست این کار خوب است، این کار خراب است. در برابر هر کلمه از این انسان در پیشگاه حضرت رب الجلیل صاحب درجات و مقامات عالیه میشه. و اگر نه که خدای ناخواسته زبان به جهت آفتها کشنیده شود، زبان به جهت آفتها، آفتهایی که زبان را به مؤاخذه انسان را بالاخره میکشاند، حتما هم با شما بسیار ساده میتونیم دستبندیش بکنیم. نخستینش دروغ، غیبه، سخنچینی، تهمت، افترا، دشنام، بدگویی، زشتگویی، هر یک از این چیزها را شما بیاین با هم محاسبه کنیم، هم از اینها بازام در حساب زبان میاد. شما ممکن با یک کسی بسیار عادی هم کلام باشید، در هم کلامیتان خدای نخواسته شما غیبت کسی رو کنید، در هم کلامیتان شما دروغ بگید، در هم کلامی انسان خدای نخواسته زشتگویی و رکیگویی داشته باشد، هر یک از اینها بازام با چی است؟ با زمان میشه. از این خاطر الله سبحانه و تعالی میگه شما کنترل باید بر زبانتون داشته باشید. پس ببینید که در بین کل وجود چقدر یک توته گوشت بسیار عادی، ولی همه کار در دست زبان بسته است. اگر دست و پای انسان در فردای قیامت سوخت، از دست زبان میسوخت. و چقدر خوب میگن که امی زبان هم راحت است هم بلا است، در جیب ویچه هم قلاده هم بلا دیدون بشه، همه تو رامه است. پس این زبان را باید که آدم دقیقا کنترل داشته باشه. از طرف دیگر ام بامی زبان در امور فردی انسان خدا نخواسته گفتیم اینوی موارد را که یادآوری کنیم، در امور اجتماعی از دروغ و غیبت گرفته تا لهو و لعب، تا مزاهای بیجا، تا مزاهای بیجا، تا مسخره کردن و استهزا کردن ها، همه از اینها توسط زبان صورت میگیره. شوخی های بیجا و نادرست، همه از اینها بازم توسط زبان صورت میگیره. اگر این آفاتها را ما شما برچینیم خیلی ها زیاد است. از این خاطر علمای کرام در مورد ازی الحمدلله بسیار دستبندی های بسیار خوبی کردن، از لحاظ مسئولیت های انسان به شکل یک موجود فردی و از لحاظ مسئولیت های انسان به عنوان یک موجود اجتماعی، هر دوی از این بررسی میکنند و بعدش به این عرض. پس از این خاطر قرآن عظیمشان میگه که هیچ کلمه ای نیست که از زبان شما بیرون شود مگر ای که ما نگهبان با او داریم، او را کنترل میکنیم و او را یادداشت میداشته باشیم، و در یک روز میشود که برخ شما امی کلمات کشانیده میشود که چنین و چنان کردیم.
از این خاطر برادر و خواهر عزیز ممکن که در برابر زمان فرد یا انسان ها به صورت عموم حالات مختلف داشته باشند. یک کسی هست که در یک جمع بسیار محدود و کوچک یک مسئولیت داره، با می زبان خود یک مقدار کارهایی را کرده بتواند، ولی هر قدر که جمع بزرگتر می شود به مو اندازه مسئولیت انسان هم بیشتر و بالاتر می رود. و امروز ما شما همی چیزها را فکر کنه در دنیا تجربه کرده، خصوصا در وطن محبوب خود ما شما کمپاین های به اصلاح حکومتی یا انتخابات ریاست جمهوری، یعنی شما از هر کس چیزهایی شنیده، چقدر از این به اصلاح صحت پیدا میکنه، چقدر از این صحت پیدا نمیکنه، آن چیزی که صحت پیدا نمیکنه معلوم است که دروغ گفته شده. و این پیمان دروغ ها و با این پیمان به اصطلاح مردم را فریب دادن ها در حقیقت در عقیب از یک اصطلاح اندیشه ها و یک اصطلاح افکاری وجود دارد، پلان هایی وجود دارد که چطور ما میتونیم به اصطلاح مردم را فریب بدهیم و به ترتیب به مرام ها و مقاصد خود برسیم. بازی خیلی ها خطرناک تر است نسبت به دیگر مسائل. ولی به هر حال آنچه گفت آمدیم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای امت اسلامی تو یادآوری میکنه، میگه که اگر کسی به من ضمانت بدهد آن چیزی که در بین دو لب یا دهان است و آن چیزی که به عنوان اندام مخصوصی انسان یا شرمگاه است در بین دو پا، میگه از حفاظت از این به من ضمانت بدهد من جنت را برش تضمین میکنم، جنت را برش تضمین میکنم. و یقینا کمی دو عضو در انسان میشه که انسان را به سوی موفقیت ها کامیابی ها بکشانش، و یا میشه کمی دو عضو انسان را خدای نخواسته به سوی تباهی ها و هلاکت بکشانش. و با شما از امید دو اثر میبینیم که امید دو عضو در بدن انسان هم بسیار خوبی ها را به بار آورده و هم خدای نخواسته بسیار بربادی ها را به بار آورده. از دیگر مسائلش که اگر بگذاریم به می حالی که امروز ما و شما هستیم، ممکن که همین تأثیرات زبان و تأثیرات ناگوار از این سبب شده باشه که بسیار خانواده ها هضم پاشیده شده باشه. سخن یکی را به کسی دیگر بردن، سخن دروغ افترا به کسی بسته کردن، سخنان زشت گفتن و غیبت کردن، همه از اینها در جمله این مسائل شامل است. پس از اینجاست که ما گاه گاهی میدانیم ولی متأسفانه با مو اغواگری های شیطانی نمیتونیم به خود ما را کنترل داشته باشیم. از خالق آدم بخواییم که پروردگارا زبان ما را در حیطه کنترل ما قرار بده، به شیوهی که تو از راضی باشیم، در عوض از اینکه به ذکر تو مشغول شیم، در عوض از اینکه به یاد تو مشغول باشیم، به چیزهای خاط مشغول بدیم که خدای نخواسته سبب سرنگونی و سبب خجالتی انسان خواهد شد. و وقتی لقمان حکیم رحمت الله علیه از جمله مردان بسیار بزرگی بود، صاحب حکمت بود و از این حکمت های از بود که الله سبحانه و تعالی یک سوره در ادب قرآن به عنوان سوره لقمان نازل فرموده و وصایای بسیار نیک داشت بدون شک، ولی در یک مدت زمان به عنوان یک نوجوان غلامی هم کرد. بعضی از کتب تاریخ می نگارند که لقمان در زمان حضرت داوود علیه السلام زندگی می کرد، خود پیغمبر نبود ولی صاحب حکمت بود. می گرد یک کسی پیشش، چون لقمان به عنوان خادم خدمت می کرد و از حکمت از این مالکش یا آقا و بادارش با اصطلاح خبر بود، خواست که را بیازماید. برش گفت که یک گوسفند برو ذبح بکن و دو چیزی بسیار مقبول از ایره بمیده، دو چیز نگاه می دید. رفت لقمان گوسفند را ذبح کرد، زبان و بعد دلش برش آورد. این گفت خوب تنی است؟ گفت دیگه چیز دید. با گذشت چند سبای دیگری باز لقمان را مورد آزمون قرار می دید، میگه برو گوسفند ذبح بکن، دو چیزی فوق العاده فاسد و خراب شد. باز این چیزی میاد.
واقعاً یه آدم به حیرت میاندازه که عجیب است. هم دو خوب، هم دو خراب. همین دو چیز هم خوب است، هم خراب است. لقمان را کپرسان میکنه برای میگه که همین دو چیز است که هم موجب میشه که انسان به سعادت برسه و همین دو چیز است که انسان را بالاخره سرنگون خواهد ساخت. یعنی حقیقتش که برادر و خواهر عزیز ما شما هم در میابیم همین دو پدیده در وجود انسان یا دو عضو در وجود انسان فوق‌العاده با ارزش است. پس این بر ما است که چگونه میتونیم در حیطه کنترل خود داشته باشیم. و یقیناً که الله سبحانه و تعالی الحمدلله دستاویز محکمی به ما شما سپرده برای کنترل زبان و به کنترل سایر اندام ها. الله جلوی سلسله ارشادات دارد به شکل مجموعی با عنوان دین برای ما و شما پیشکش شده. پس یکی از وجایب و وظایف من و شما و همه امت است که خود را به او آشنا بسازیم و در مورد از او خیلی ها توجه عمیق داشته باشیم. همین دستاویز اگر راه ما را به سوی پروردگار از وجل باز کرد به سعادت خواهیم رسید، و اگر این دستاویز را در طاق بالا فراموشش بکنیم خدای نخواسته از راه و بیراه منحرف خواهیم. و او وقت است که اغواگری های شیطانی اثراتش بیشتر و بیشتر تا خواهد شد. امیدوار است خداوند عز و جل به همین با شما و به همه امت اسلامی توفیق از این نصیب بگرداند تا با آشنایی از کلام الله مجید راه و روش خود را با قرآن و سنت حبیبش همیشه نگه دارید. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین.